سلام، طیبه آبروش هستم، مربی آمیا در ایران. می‌خواستم در مورد کارتریج‌های دیجیتال بلیدینگ 3 نانو اسلوب و 5 نانو اسلوب براتون توضیح بدم. با هم بریم نحوه انجام کار این دو کارتریج و تفاوت‌هاشون رو با هم دیگه ببینیم. قبل از هر چیز یه توضیح کلی در مورد همه کارتریج‌های آمیا می‌خوام براتون داشته باشم. کارتریج‌های آمیا به شکل منحصر به فردی ساخته، تولید و بسته‌بندی میشن. همونطور که توی تصویر می‌بینید، کارتریج‌های آمیا یک ممبران دارن که باعث میشه بیماری‌های واگیردار از فردی به فرد دیگه انتقال پیدا نکنه. جنس نیدل کارتریج ها به شکلی هست که از یک آلیاژ ضد حساسیت و باعث میشه که حتی روی پوست های بسیار حساس هیچ واکنشی به وجود نیاد و به راحتی بتونید کار رو انجام بدید. خود نیدل ها ساختارش به شکلیه که شما به راحتی میتونید رنگدانه ها رو وارد پوست کنید و داخل پوست رنگ رو کاشت کنید. و اما کارتریج های 3 نانو اسلوب و 5 نانو اسلوب آمیا، تفاوتی که بین این دو کارتریج با کارتریج های دیجیتال بلیدینگ دیگه یا کارتریج های معمولی آمیا وجود داره در تفاوت نیدل ها و چیدمان اونهاست و همینطور ظرافت نیدل ها. در کارتریج های دیگه میتونه به شکل تکسر یا گیرد کنار هم دیگه قرار بگیرن نیدل ها، اما در کارتریج های اسلوب نانو به صورت مورب و اوریب و در یک راستا نیدل ها کنار هم دیگه قرار گرفتن. حالا این اتفاقی که توی این کارتریج ها افتاده به ما چه کمکی میکنه و چه کاربردی داره که باعث تفاوت این کارتریج ها با کارتریج های دیگه میشه؟ موقع استفاده از این کارتریج تکرار کار ما روی خطوط خیلی کمتر میشه. مثلا اگر شما برای ایجاد یک خط 2، 3، یا 4 مرتبه تکرار نیاز داشته باشید، زمانی که از این دو کارتریج استفاده میکنید تکرار کارتون به حد اقل میرسه. یعنی شما با یک یا نهایتا 2 بار تکرار میتونید یک خط رو با ماندگاری بالا و بسیار خوشرنگ و در نهایت ظرافت داشته باشید. از این دو کارتریج برای کشیدن خطوط و سایه زدن میتونیم به راحتی استفاده کنیم. منتها کمی تفاوت داره با کارتریج های دیگه، به شکلی که موقع استفاده از این کارتریج باید زاویه هندپیس و زاویه دست ما به شکلی باشه که هر 3 یا 5 نیدل همزمان روی پوست قرار بگیرن و خط یا سایه رو اجرا کنیم. خب اول در مورد کارتریج 3 نانو اسلوب صحبت می‌کنیم. همونطور که توی تصویر و روی جعبه این کارتریج می‌بینید، این کارتریج از 3 تا نیدل تشکیل شده که به صورت مورب و در یک راستا قرار گرفته. من کارتریج رو باز می‌کنم تا شما کاملاً ظاهر کارتریج رو هم ببینید. قسمتی که سر پلاک کارتریج هم هست دقیقا شبیه به چیدمان خود سوزن ها و نیدل ها طراحی شده. همطور که میبینیم سوزن ها ظرافت خیلی زیادی دارن و به صورت مورب و در یک راستا کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب این هم کارتریج 5 نانو اسلوب. همطور که میبینید تفاوتش با 3 نانو اسلوب فقط تو تعداد نیدل ها هست. این 5 تا نیدل داره و 3 نانو اسلوب 3 تا. دستگاهی که من میخوام از اون استفاده کنم مدل ریوایو آمیا است. در این مدل از دستگاه هندپیسی کاملا سبک، ارگونومی، کم صدا و کم لرزش داریم. این مدل از دستگاه فرکانسش قابل تنظیمه که از 50 تا 150 ضربه در ثانیه تنظیم میشه. برای ایجاد خطوط من از فرکانس 120 استفاده میکنم و کارتریجم رو روی هندپیس سوار میکنم. بعد از اون برای تنظیم اینکه چقدر نیدل از کارتریجم بیرون بیاد باید حتما دستگاه رو روشن کنم. هندپیس از 2 قسمت تشکیل شده که با چرخوندن یکی از این قسمت ها میتونیم میزان بیرون بودن سوزن از کارتریج رو تنظیم کنیم. قسمت پایین دستگاه توی دست ثابت نگه داشته میشه. دستگاه رو روشن میکنیم.
و با چرخوندن قسمت بالایی به سمت چپ سوزن رو از کارتریج به بیرون هدایت میکنیم. سوزن میتونه 2 میلیمتر از کارتریج بیرون باشه و کمتر از 1 میلیمتر وارد پوست بشه که معمولا من 0.5 میلیمتر نیدل رو وارد پوست میکنم. همونطور که توضیح دادم موقع کار کردن با کارتریج تری نانو اسلوب یا فایب نانو اسلوب زاویه گرفتن هندپیس متفاوته، یعنی حتما باید به شکلی باشه که موقع انجام کار و حرکت روی پوست همه نیدل ها روی پوست قرار بگیرن تا بتونن به خوبی رنگ رو روی پوست انتقال بدن. به این شکل تقریبا زاویه‌ای که داریم زاویه 45 درجه است. نحوه قرار گرفتن نیدل ها و زاویه دستمون هنگام کار با کارتریج های تیری و فایب اسلوب باید به شکلی باشه که با دستان بهتون نشون میدم، یعنی همزمان تمام نیدل ها روی پوست قرار بگیرن و حرکت کنن. خب من برای انجام کار رنگ سویل رو انتخاب کردم. سویل یکی از رنگ های اِوولوشن آمیاست. قبل از انجام کار کمی رنگ رو تکون میدم تا کاملا رنگ یک نواخت بشه. برای شروع کار دستگاه رو روشن میکنم و کارتریج رو داخل رنگ میبرم. تو مرحله اول تایم طولانی تری کارتریج رو داخل رنگ نگه میدارم تا 2/3 سری کارتریج من آغشته به رنگ بشه و موقع کار کردن به راحتی رنگ رو روی پوست انتقال بده. میتونید با 2 تا تکنیک کار رو انجام بدیم. یکی اینکه هر 3 یا 5 نیدل رو روی پوست قرار بدیم و حرکت کنیم. یکی اینکه از بلندترین نیدل استفاده کنیم و خط رو روی پوست به وجود بیاریم. موقع کار با کارتریج نانو اسلوب فرقی نمی‌کنه، تری نانو اسلوب یا فایب نانو اسلوب. کارتریج فایب نانو اسلوب. زمانی که من میخوام از هر 5 نیدل روی پوست استفاده کنم، علاوه بر اینکه زاویه دستم رو باید به شکلی بگیرم که تقریبا 45 درجه باشه، این حفره روی کارتریج باید به سمت بالا باشه. اما زمانی که فقط میخوام از بلندترین نیدل کارتریج استفاده کنم، باید هندپیس رو بچرخونم و این حفره رو به پایین باشه تا بتونم از بلندترین نیدل کارتریجم به تنهایی استفاده کنم. با کارتریج فایب نانو استوپ هم میتونیم تنها با استفاده از بلندترین نیدل خطوط رو ایجاد کنیم. برای ایجاد خطوط حتما دست ما باید خوب روی پوست پایه بشه، هم روی پوست واقعی روی مدل، هم روی لاتکس موقع انجام تمرینمون، که بتونیم تمرکز کافی روی زاویه هندپیس و حرکت دستمون داشته باشیم که خطوط کاملا صاف بدون لرزش و ظریف ایجاد بشه.
سایه رو هم میتونیم به راحتی انجام بدیم. توی این تکنیک زاویه رو میتونیم 90 درجه داشته باشیم. یکی از انگشت‌ها، انگشت کوچیک، به صورت پایه روی پوست قرار میگیره. هند پیس بین دو انگشت وسط و اشاره قرار میگیره و با اجرای تکنیک سایه به این شکل کار رو انجام میدیم. انگشت اشاره هند پیس رو به سمت خودمون هدایت میکنه و انگشت وسط هند پیس رو به سمت بیرون به این شکل. کار در تکنیک سایه فرکانس دستگاه باید روی 100 یا کمتر از 100 باشه. میتونه بین 80 تا 100 نوسان داشته باشه. تکنیک سایه رو هم میتونیم با استفاده از هر 5 نیدل یا هر 3 نیدل این کارتریج ها انجام بدیم به این شکل. با تکنیک پرتابی این تکنیک بیشتر روی لب کاربرد داره. یک بار به این سمت و یک بار جهت عوض میشه و مخالف این جهت تکنیک با همین سایه روی پوست اجرا میشه.